محسن ابراهیم‌زاده خواننده معروف موسیقی پاپ کشورمون از موسیقی برای مدت نامشخصی خداحافظی کرد و گفتش که حالا به دلیل مشکل و بیماری که دارم نمیتونم فعالیت موسیقی بکنم و این آخرین اجرای من هستش. با ما تو این ویدیو همراه باشید، جزئیات این اتفاق رو میشنویم و صحبت‌های ایشون رو هم در این باره میشنویم. شما برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. محسن ابراهیم‌زاده شب گذشته در شهر مراغه توی استان آذربایجان یه اجرای زنده داشت که در حاشیه این کنسرتش از موسیقی برای مدت نامشخصی خداحافظی کرد. محسن ابراهیم‌زاده که قبلا هم گفته بودش که مشکل حنجرش جدی هستش و احتمال داره که از موسیقی برای مدتی خداحافظی بکنه و دکترها ممنوع کردن که فشار بیاره به حنجرش و باید تحت درمان قرار بگیره. الانم یه چند وقت دیگه ماه محرم و سفر شروع میشه و فعالیت موسیقی خواننده ها تقریبا استوب میشه و فعالیتی از جمله کنسرت و آهنگ و موسیقی جدید احتمالا ندارم. محسن ابراهیم‌زاده این تایم رو بهترین موقع دونسته که فعالیت درمانی خودش رو شروع بکنه و یه استراحتی به حنجرش بده. حالا مشخص نیستش بعد از پایان ماه‌های محرم و سفر محسن ابراهیم‌زاده دوباره به موسیقی برمیگرده یا نه این خداحافظیش طولانی مدت‌تر هستش و حالا نباید انتظار کار جدیدی از محسن ابراهیم‌زاده رو داشته باشیم. بریم یه قسمتی از صحبت‌های محسن ابراهیم‌زاده توی کنسرت شب گذشته مراغه‌اش رو درباره علت خداحافظیش از موسیقی بشنویم. من شاید حالا درمان رو خب رفقا، نظرتون راجع به صحبتایی که محسن ابراهیم‌زاده انجام داد چیه؟ به نظرتون بیماریش جدیه و این روند درمانش طولانی مدت خواهد بود یا نه یه حاشیه‌ای درست کرده و احتمالاً بعد از ماه محرم و سفرم تور کنسرتاشو از سر میگیره و آهنگای جدیدش رو منتشر میکنه؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.